الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيب لذنب كمن لا ذنب له. والحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. در قلب نخست سلام خود را خدمت همه بینندگان این برنامه تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همه جور صحت سلامت باشین. در برنامه گذشته در ارتباط توبه و چرا توبه بکنیم به صورت مفصل خدمتون عرض کردیم. در این برنامه بسیار به صورت فشرده و مختصر در ارتباط شرایطی که توبه ما به درگاه الله متعال پذیرفته میشه، قبول میشه، کدام شرایط هستند. چون که بسیاری از ما توبه میکنیم اما توبه خود را میشکنانیم. اون شرایطی که توبه ما پذیرفته شوه، تقصیرات و کوتاهی هایی را که ما در گذشته انجام دادیم او جبران شوه، او کدام توبه هست؟ یکی از شرایط اساسی توبه همان اخلاص است. اخلاص یعنی ما از گناه، از معصیت برمیگردیم و ترکش میکنیم فقط به خاطر الله، به خاطر از اینکه الله از ما راضی شوه. اگر ما به این گناه ادامه بدیم، الله بالای ما قهر میشه، غضب الله متعال بالای ما نازل میشه، ما به قهر و خشم پروردگار گرفتار میشیم. بنابراین به خاطر الله این گناه را ترک کنیم، که الله متعال هم میفرماید: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. ای کسانی که ایمان آورده این، توبه بکنین، توبه خالصانه. توبه خالصانه این که دوباره به این عمل برنگردین. شرط دوم توبه ای است که ندامت و پشیمانی. انسان از کرده، از کاری را که در گذشته انجام داده پشیمان باشه، و همین ندامت و پشیمانی است که انسان را وادار میسازه که توبه بکنه. همین ندامت و پشیمانی هست که انسان وادار به این میشه که باید از کرده خود پشیمان شه. یعنی ندامت و پشیمانی یکی از شرایط اساسی توبه است. کسی که پشیمان نشوه و هر وقت اون گناهایی را که در گذشته انجام داده یاد بکنه و از اون لذت ببره، این توبه از این معنا و مفهومی نداره. یعنی پشیمان باشه. سوم شرطش این است که تصمیم قاطی داشته باشه که در آینده همچو گناهی را انجام نمیده. اگر تصمیم نداشته باشه، تصمیم قاطی نداشته باشه، توبه از این معنی نداره. یعنی به این معنی که بار دیگر هم زمینه برش مساعد شوه، این گناه را انجام میده، بنابراین این توبهش قابل قبول نیست. چهارم، اگر یک از فرایض دین را ترک کرده باشه، وقتی که پشیمان میشه و تصمیم قاطی میگیره این کار را انجام نمیده، وقتی که یکی از فرایض ترک میشه فورا اقدام بکنه. مثلا یک کس 20 ساله عمرش، 25 ساله عمرش بوده، نماز نخونده، پشیمان شده، حالا دیگه نماز خود را ترک نمیکنه، به نمازهای خود پایبند میشه. یک کسی در گذشته پدر و مادر خود را آزار داده بوده، یعنی نافرمانی کرده پدر و مادر خود را، حالا توبه کرده، از کرده خود پشیمان شده، فورا رضایت و خوشنودی از اونها را به دست میآوره، از پدر و مادر خود معافی میخواهد. یا اینکه یک کس پدر و مادرش را رنجانده باشه، اما پدر و مادرش وفات کرده، حالا زنده نیست، این شخص پشیمان شده، اشک میریزونه از کرده هایی که در حق پدر و مادر خود کرده، حالا پشیمان شده، این چی باید بکنه؟ در حق پدر و مادر خود بعد از نمازهای پنجگانه دعا بکنه تا اینکه الله سبحانه و تعالی پدر و مادری از او را از این شخص راضی بسازه. و شرط دیگی توبه ای است که اگر کسی مال کسی را خورده باشه باید به صاحبش تسلیم بده. مثلا پولی کسی را دزدی کرده، زمین کسی را غصب کرده، باید این زمینش را به صاحبش تسلیم بده یا از پیش حلالیت بخواه. یا یک کسی را غیبت کرده، از پیشش معافی بخواه. یا کسی را تهمت کرده، از پیش معافی بخواه. یک کسی را دشنام داده، آبروی از او را ریزانده، از پیش معافی بخواه. بعد وقتی که این شروط پنجگانه و همچنین یک شرط دیگر هم علما اضافه کردن که این توبه باید قبل از آشکار شدن علائم و نشانه های مرگ باشه. دو علائم نشانه است که باز توبه قبول نمیشه: یکی آفتاب از طرف مغرب طلوع بکنه، دومی که وقتی که انسان در حالت قبض روح قرار بگیره. در چنین حالت توبه کردن معنا و مفهومی نداره، چون که این وقتی است که دیگه شخص مطمئن است که در دنیا دیگه زنده نمیمونه، دیگه زندگی در دنیا امکان نداره، وقتش پره شده، بنابراین در این وقت توبه معنی نداره. این پنج شرط و شرایط در هر شخصی در توبهش تحقق پیدا کرد، موجود بود، توبه از این واقعا توبه نصوحا است. این توبه از این انشاءالله به درگاه الله متعال پذیرفته شده، چون که نتیجه از این در روز آخرت معلوم میشه که توبه چی کس پذیرفته شده و قبول شده و از کسی پذیرفته نشده و قبول نشده. یک گپ دیگرم خدمتون یادآور میشم که بعضی از اشخاص هستن که میگن که والا
فلانی نفر خداوند توبهش قبول نمیکنه، حتی سوگند یاد میگه والله که تو هر قدر توبه بکنی توبه تو خداوند نمیبخشه. این بسیار یک گناه عظیم و بزرگی است که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفهمه چی کسی این صلاحیت را داره میگه که والله فلانی نفر را الله نمیبخشه، در حالی که الله امطور فلانی نفر را میبخشه و تو را نمیبخشه. بنابراین این را هم باید متوجه باشیم، وقتی هر مرتکب هر گناه و اشتباهاتی میشیم به الله رجوع بکنیم. الله امطور میگه که قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، برای بندگان من بگو کسانی که به نفسهای خود ظلم کردند، ستم کردند، گناه کردند، برشان بگو که از رحمت من امید نشوند. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله متعال همه گناه ها را میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، یقینا خداوند متعال بخشاینده و مهربان هست. این بود شرط و شرایط توبه که کوشش بکنیم وقتی توبه میکنیم این شرط و شرایط رو توبه ما داشته باشه. اگر فاقد این شرایط باشه توبه ما معنی نداره، مثل از اینکه بعضی از خواهرها و برادرها میگن که توبه توبه، این معنی نداره تا اینکه این شرایط تو تحقق پیدا نکنه. تا برنامه دیگر که در خدمتتون قرار میگیرم، همه شما را به الله کریم رحیم میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.